مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ما همراه شد. آقای محمدی، نماینده سراوان در اظهار نظر جالبی گفته که جمهوری اسلامی از پاکستان توقع داشته که حمله مشابهی انجام بده. به نظر شما چنین اظهار نظر از سوی یک نماینده مجلس شورای اسلامی بیانگر چه است؟ این اظهار نظر معنیش این هست که این نماینده سراوان در واقع تصورش این بوده است که این حملات متقابل هماهنگ شده بوده. خب اگر هماهنگ شده بود، باید حملات مشابهی اونطور که گفته میشه به مقرهای تروریستی در دو طرف انجام میشد. اما واقع مطلب این هست که این حملات هماهنگ شده نبوده. سپاه بدون اینکه محاسبه کنه نتایج این حمله رو، این عمل رو انجام داده و پاکستان هم پاسخ متناسب یا حتی فراتر از متناسب رو به این حمله انجام داده. نکته قابل توجه در این موضوع این هست که این حملات عمدتاً توسط فرماندهان سپاه تصمیمش گرفته شده و اجرا شده. بقیه مقامات کاملاً بی اطلاع بودند. آقای رئیسی دیداری داشتن از فیروزکوه در این شرایط بحرانی. آقای وحیدی کاملاً، وزیر کشور، کاملاً اظهار بی اطلاعی میکنه وقتی خبرنگارا ازشون سوال میکنن. اظهارات وزیر خارجه هم در خارج کشور کاملاً اظهارات بی ربطی است. ایشون از استان سیستان و بلوچستان پاکستان صحبت میکنه که اصلا چنین استانی در پاکستان وجود نداره. مشخص هست که مقامات مجلس و مقامات دولت اینها کاملا بی اطلاع هستن. حتی به نظر میاد که این تصمیم گیری در شورای امنیت ملی هم انجام نشده. سپاه کاملا امروز اقتدار کشور رو در اختیار داره و بر همون اساس هم داره عمل میکنه بدون هیچ گونه هماهنگی. خب آقای محمدی، آیا با این رفتارهای بی ثبات کننده از طرف جمهوری اسلامی باید انتظار تغییر رفتار سایر بازیگران بین المللی و منطقه در قبال جمهوری اسلامی رو داشته باشیم؟ حتما اینطور هست. ببینید، وقتی در یک کشوری رفتارهای پیشبینی ناپذیر رو قدرت‌های منطقه‌ای، بازیگران منطقه‌ای از اون مشاهده کنن، رفتارشون رو تغییر میدن. در جمهوری اسلامی کاملا مشخص هست که یک خرد عملگرایانه وجود نداره. اقداماتی است کاملا تصادفی بدون محاسبه نتایج. خب این دیگران رو، دیگر کشورها رو نسبت به این رژیم بی‌اعتماد میکنه، این رژیم رو منزوی تر میکنه. حتی سیاست‌های اعلام شدهش رو دیگه اینا باور نمیکنن. دولت رئیسی از ابتدا به سر کار اومد، حرفش این بود که ما با دو قدرت های غربی کاری نداریم، اما با همسایگانمون میخوایم رابطه بسیار نزدیک داشته باشیم. در چند روز گذشته به 3 کشور در منطقه حمله شده. طبیعی است که کسی نمیتواند به این رژیم اعتماد کنه، رژیمی که از سر استیصال، از سر انتقام سخت رفتارهای انجام میده که صرفا برای نمایش اقتدار و قدرت هست، بدون اینکه هیچ گونه ملاحظه‌ای در مورد پیامدهاش در نظر گرفته شده باشه. پاکستان یک قدرت نظامی است در منطقه، ارتشش اقتدار و اختیار کشور رو در اختیار داره، دارای بمب هسته‌ای است، اینها بازی کردن با آتش هست. واقعا کسی اگر از بیرون نظارت کنه، رفتارها رو ببینه، نمیتواند به این نتیجه برسه که امروز خردی بر جمهوری اسلامی حاکم هست. بسیار متشکرم از شما، مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که از نیویورک با ما همراه بودید.